سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. رسیدیم به تکرار و تمرین فصل 4 کتاب ریاضی با موضوع ضرب و تقسیم. گفتیم ضرب انقدر اهمیت داره که شما انشاءالله وقتی میخواد وارد پایه 4 بشید حتما و حتما اونو باید خیلی خیلی خوب حفظ باشید. حالا میخوایم یه سری تمرین رو با هم دیگه حل کنیم. 3 ضرب در 5 به روش های گفته شده باید اون رو حل کنیم. 3 گفتیم چیه؟ بله، تعداد دسته. 5 عدد دسته. باید 3 5 تا رو خیلی سریع بدون مکس بگید. 3 5 تا 15 تا به روش جمع. یعنی چی؟ 3 تا 5 تا که یاد گرفتید ضرب کار ما رو زود میکنه، سریع و آسون میکنه. به جایی که بنویسم 5 به اضافه 5 به اضافه 5، میگم 3 5 تا. به روش محور 0 5 10 15، یک دسته، دو دسته و 3 دسته 5 تایی. روشش یک دسته، دو دسته، 3 دسته. توی هر کدومش باید چند تا باشه؟ بله، توی هر کدومش باید 5 تا باشه که اشکال مختلف رو میتونید بکشید. به روش مستطیل، یه مستطیل میکشم، 1 2 3 4، این سمتم 5، از این ورم 3 تا. 3 دسته 5 تا، یک دسته، دو دسته، 3 دسته. روش الگویابی 5 10 و 15. چند تا چند تا رفته جلو؟ بله، 5 تا 5 تا رفته به سمت جلو. اما بریم سراغ مسئله های ضرب و تقسیم. سارا روزی 2 ساعت ورزش میکنه. تا اینجا میشه یک گام مسئله. او در هفته چند ساعت ورزش میکنه؟ روزی 2 ساعت در هفته. 2 هفته بدون مکس به این پاسخ بدید. آفرین، 14 تا. میخواییم 63 آب لیمو را در 7 قفسه به طور مساوی تقسیم کنیم. در هر قفسه چند آب لیمو قرار میگیرد؟ 63 رو باید تقسیم بر 7 کنیم. به این پاسخ بدید. بله، 9 تا. اما تمریناتی که نشون میده شماها چقدر توی ضرب تسلط دارید. تمرین های ضرب جاخالی، 8 ضرب در چند عددی میشه؟ 32. باید خیلی سریع بدون مکس بگید 84 تا. 32 تا. 7 ضرب در 63. 7 9 تا 63 تا. و همینطور برای تقسیم، 21 تقسیم بر چند عددی شده؟ 7 تقسیم بر 3 شده. اینجاست که بدون فکر اگه پاسخ بدید مشخصه که ضرب رو خیلی خیلی خوب یاد گرفتید. اما یه تمرین دیگه که باز دوست دارم از این نمونه حتما حل کنید، حاصل ضرب چه عددهایی با هم دیگه پاسخش میشه؟ 12. توی جدول ضرب فکر میکنیم، فکر میکنیم، فکر میکنیم. 2 6 تا 12 تا، 6 تا 12 تا، 3 4 تا 12 تا، 4 3 تا 12 تا. یعنی یه بار توی جدول ضرب 2 اومده، یه بار 6 اومده، یه بار 3 اومده، یه بار 4 اومده. پس خیلی راحت شد دیگه کارمون. چه ضرب هایی عدد هایی حاصل ضرب اون میشه؟ 36. 6 تا 36 تا، 9 4 تا 36 تا، 4 9 تا 36 تا. اما چه ضرب های حاصل ضرب اون هر دو عدد رو که با هم دیگه ضرب کنیم پاسخمون میشه 24. 8 3 تا 24 تا، 3 8 تا 24 تا، 6 4 تا 24 تا، 4 6 تا 24 تا. 18 رو شما پاسخ بدید بدون مکس با سرعت عمل. 6 3 تا 18 تا، 2 9 تا 18 تا، 9 2 تا 18 تا، 3 6 تا 18 تا. بچه ها راز ضرب عدد 1 رو هم خوندید. هر عدد ضرب در 1 حاصل همان عدد می شود. یعنی یه 12 تا 12 تا، یه 36 تا 36 تا، یه 24 تا 24 تا، یه 18 تا 18 تا. اینو هم میتونید توی جدولتون قرار بدید. اما یه پیشنهاد ویژه خانم معلم واسه شماها داره.
دیویدی تدریس گام به گام ضرب به شیوه نوین کلی جذاب و مهیج واسه شماها، همراه با کتاب کار ضرب آسان که کلی کاربرد داره، که میخوام انشاءالله توی این 4 ماه هم همچنان تکرار و مرور و تمرین داشته باشید که انشاءالله پر قدرت وارد پایه 4 بشید. کلی کلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید.